درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با رسمیت نیافتن دهمین دوره اجلاس خبرگان به دلیل عدم حضور 30 نفر از نمایندگان و حاشیه‌های آن از جمله عدم ملاقات اعضای خبرگان با رهبر و غیره، اینها تنها بخشی از واقعیاتی بود که این روزها مردم مشاهده کردند و شایعاتی هم پیرامون آن شکل گرفت. شنیده ها هاکیست که در این میان و مخالفت مراجع بزرگ تقلید قوم شامل آخون وحید خراسانی، زنجانی و مکارم شیرازی با جانشینی مشتبه خامنه‌ای و نظر مشترک ایشان مبنی بر لزوم شورایی کردن ولایت فقیه و خارج کردن آن از وضعیت انفرادی باعث وارد آمدن شکی بزرگ شد، تا آنجا که برای از پیش پا برداشتن مراجع تقلید قوم و در رأس آنها مکارم شیرازی، موضوع دستگیری قاسم مکارم شیرازی را با عنوان دروغ نوه آخون مکارم شیرازی پیش گرفتند، در حالی که قاسم مکارم شیرازی در واقع نوه برادر آخون مکارم شیرازی بود و هیچگاه از مبلغ دریافتی توسط او بر سر قرار و دریافت رشوه یاد و ذکری نکردند، در حالی که تنها از دریافت مبلغی به عنوان رشوه و در قالب یورو مطالبی در سایت‌های خبری نگاشته شد و این پروژه‌ای بود که توسط برخی عناصر خودمحور طراحی و اجرا شد. حالا آخون مکارم شیرازی نیز با تکذیب این موضوع و نوع نسبت خانوادگی میان وی با متهم دستگیر شده، موضوع فشار و فضاسازی رسانه‌ای بر علیه خودش را تا حدودی خونسا کرد. در این میان کار بسیار مهمی که توسط مرجع تقلید قوم شکل گرفت این بود که با تلاش آخوندها وحید خراسانی و زنجانی و با محوریت آخوند مکارم شیرازی و رایزنی با برخی اعضای مجلس خبرگان، 30 نفر از نمایندگان خبرگان اجلاس دهم این مجلس را تحریم نمودند و با عدم حضور خودشون این جلسه را از رسمیت انداختند و به صورت عملی این مجلس رو مختل کردند و همچنین لازم به ذکر که به صورت رسمی در دعوتنامه این اجلاس به موضوع اعلام نتایج کمیسیون تحقیق که وظیفه‌اش انتخاب جایگزین بعدی ولی فقیه حاضره اشاره شده بود و این رویداد شکستی بسیار سنگین رو برای اونها رقم زد و از اختلافی بزرگ در اردوگاه آنان رونمایی کرد. و این در حالیه که پس از مرگ الیزابت دوم، ملکه بریتانیا به سری از کاربران حامی رژیم اسلامی اعلام کردند که علی خامنه‌ای مقابل الیزابت دوم قدرتی نداشته. این دروغی بزرگه، چرا که با تلاش جنبش‌های دموکراسی خواهی در بریتانیا دست دربار تا حد زیادی از قدرت کوتاه شد و نخست وزیر رو مردم در انتخابات مشخص می‌کنند و تنها ملکه در برخی موارد امنیتی، اقتصادی و سیاسی حق دخالت داره و حکم نخست وزیری رو قبول میکنه. اما خامنه ای فرمانده کل قواست و قابلیت عزل رئیس جمهور رو داره و وزرای خارجه و اطلاعات و دفاع رو منصوب میکنه و با شورای نگهبان در انتخابات دخالت مستقیم داره، در حالی که ثروت علی خامنه ای بیش از 200 میلیارد دلاره که در صندوق توسعه ملی و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و غیره است که نه تنها مالیات نمیده بلکه شفافیت مالی هم نداره. رهبر پرسوز و گداز ما، زبان گویای ملت ما، پرچمدار عزت و وحدت ما، قافیه پردازی نیست. سیاسیون روز ما که ارزش این رو ندارن مقایسه با آقا بشه. مراجع تقلید ما با همه قداست، احترام، عظمت، تقدیس، تکریم، تشریف روی سر ما جا دارن، اما جامعیت آقا رو ندارن. آیت الله صافی گلپایگانی شیخ الفقها رو سر ما جا داره، اما 96 سالشون نمیتونن در جلسات عمومی حضور فعال داشته باشن، تا چه رسه بخوان از ارتش و سپاه سان ببینن. آیت الله وحید خراسانی 92 سالشونه، درس دادن براشون سنگین و مشکل، تا چه رسه بخوان حضور فعال در جامعه داشته باشن. سایر مراجع دیگه هم همینطور، جامعیت آقا رو ندارن، سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سباحت منظر یکی از مرجعات در نماز جماعت مگه نیست؟ از خودتون میدونید
اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالم، هر دو عادل، پشت سر اون سیدی که خوشگل تره نماز، این جزء مرجحات. در هفته های گذشته میر حسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز که بیش از یک دهه است در حصر خانگی به سر میبره، درباره احتمال جایگزینی خامنه‌ای با پسر دومش مشتبه هشدار داده بود. اگرچه این سخنان میر حسین موسوی با بیانیه مجلس خبرگان مواجه شد و آمده که خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خودشون حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده. خامنه‌ای یا تنها بودن یا دو نفر بوده ما. لذا رئیس جمهور بود، از در تایید وزیر هم ایشون مشکل داشته. چیز بخواهی. با استعید کنید یه قانونی رئیسه که هم بذار ایشون واقعا مسئله خیلی سخت بودن برای ایشون. اسمش رئیس جمهور بوده، این همه سلب اختیار شده. مجموعاً به اعتمام از آقای موسوی حمایت میکرد. خب، میتونید که 99 نفر بودن، این 99 نفر جناح راست بود با آقای موسوی، اقرارم این که امام میخواستن، رنگ ندارد. خب، برای اینا برچون هم اون وقت نقل میشد، آقای زواره‌ای تو مجلس گفته بود به امام بگید 270 تو پوزنن بفرستن، ما تو مجلس. این بود مثلا فیگار رو بود خب این حرفا رو میزدن دیگه اونو دلشون در تنگ بود که این دیگه اونو حالا هم اینطور میگرم آدم اوقات شب میشن رئیس تو مجلس هستن میبینن آقای چیزی میگن مجبورن سکوت کنن دارو هر موجود رو میگه حالا میشن دیگه نه اختنابات انگیزا بود. در حالی که همزمانی لغو دیدار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان مجلس خبرگان و نشر شایعاتی درباره احتمال مرگ او در فضای مجازی، بار دیگه موضوع سلامت رهبر سالخورده و بیمار جمهوری اسلامی رو در کانون توجه‌ها قرار داده و این بار ایرنا خبر دیدار بسیجیان با خامنه‌ای رو حذف کرد. خبرگزاری ایرنا ساعتی پیش خبر داد که بسیجیان گرگان روز چهارشنبه 23 شهریور با خامنه‌ای به صورت آنلاین دیدار خواهند داشت. اما ساعتی بعد ضمن حذف این خبر نوشت که محتوای این خبر اشتباهه و اینجاست که بعضی از خبرها به صحت مرگ خامنه‌ای شدت می‌بخشند. در حالی که شواهد نشان میده که خبر به درک واصل شدن خامنه‌ای بعد از 40 قراره که اعلام بشه. پس از بازگشت بسیجی‌ها و نیروهای امنیتی و تمامی طرفداران حکومت که به کربلا رفتن، این خبر اعلام خواهد شد. خبر به درک واصل شدنش ساعت پایانی شب که اکثریت در خواب هستند اعلام خواهد شد و همزمان 3 تعطیلی و عزای عمومی اعلام میشه و این 3 عزای عمومی و تعطیلی همزمان خواهد شد با رحلت پیامبر و شهادت امام رضا و تعطیلی تا 1 ادامه خواهد داشت. اینترنت هم که طبق معمول قطع خواهد شد. پسر مشتبه خامنه‌ای سن در سوئد استم. در حالی که جنگ قدرت بین مجتهدان فقیه مثل مکارم شیرازی و اهرام فشار بیت خامنه‌ای بر سر رهبری موروثی یا شورایی بالا گرفته، آیا میدونید که فرزند افغانی مشتبه خامنه‌ای از سوئده؟ یعنی مشتبه خامنه‌ای با مادر معروسی کردن در سال 79 در کابل. متاسفانه ایشان کابل آمده بودن، موقع فکر کنم مادرم فکر کنم معلم بودن، ایشان آمده بودن و از مادرم دیدار کرده بودن، آشنا شدن. سال 79 در کابل مادرم آشنا میشه، بعد 2 میگذره، بعدش میان خواستگاری، بعد با مادرم ازدواج میکنه، بعد من در کابل به دنیا میایم و بزرگ میشم، 23 ساله میشم، میرم ایران بزرگ میشم، 15 سالم میشه از
ایران خارج میشم. پسر مشابه خامنه ایستم، فایده مشابه خامنه ایستم. مادرم افغان است. تصور کنید که در روزهای آینده زیرنویسی در صدا و سیمای میلی درج میشه که روح ملکوتی رهبر معظم انقلاب آیت الله علی خامنه ای به ملکوت اعلا و امام خوبی ها حضرت امام خمینی پیوست و از خودتون بپرسید که بعد از این چی میشه؟ آیا تغییری در روند زندگی ما مردم ایجاد میشه؟ آیا خمینی که توسط خود عوامل حکومت اسلامی به یک باره سرطان پیشرونده نابودش کرد و به درک واصل شد وقتی که شخص دیگری جای او رو گرفت، بهبودی در کیفیت زندگی ما ایرانیان انجام شد؟ آیا گمان می کردید که مردکی حقیر، عقده‌ای ضعیف و دست و پا چلفتی رو بر مسند کار بنشونن و او یک دیکتاتور لجوج خود برترپندار متوهم بشه و همین مردک ضعیف از موضع قدرت با مردم سخن بگه و ستمی نمونه که روان نداشته باشه و از خودمون بپرسیم که این جنایتکاران چگونه جای خودشون رو به یک جنایتکار دیگه میدن؟ چون شاهرودی عراقی رفت، آملی لاریجانی متولد نجف جاش رو گرفت، خامنه ای متولد نجف هم میره و جاش رو میگیرن به همین روند. پرسش اصلی اینه که جای ما مردم کجاست؟ در جاده فقر و رنج تا رسیدن به مرگ؟ اگر به پا نخیزیم در فقر خواهیم مرد و باید شاهد ژنده پوشی و گرسنگی ایرانیان باشیم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.